این پادکست سرزمین ماست که از ایندیپندنت فارسی می شنوید. اراده مردم برای نجات ایران زمین. سلام و وقت بخیر. حتما شما هم متوجه شدین که هر وقت مسئولان میخوان کمکاری هاشون رو توجیه کنن، دست به دامن مردم میشن و از عبارتهایی مثل مردم شریف، مردم غیور، مردم فهیم یا مثلا مشارکت مردم، مردم نهاد و تازگی ها هم مردم پایه استفاده میکنن. این دو سه تا آخری در ارتباط با مسائل محیط زیست بیشتر شنیده میشن و اخیراً وجدان محیط زیستی هم بهش اضافه شده. بشنویم از حسن اکبری، معاون سازمان محیط زیست. اگر کسی به خواست خودش، یعنی با اعتقاد و وجدان خودش برای حفظ محیط زیست اومد توی میدان، اون دیگه تا آخرین مرحله ایثارگری رو حاضر طی کنه و بسیار ارزشمند و بسیار تاثیرگذار هست. دقیقاً جامعه و محیط زیست زمانی نجات پیدا میکنه که یک کارگر، یک مهندس معدن، زمانی که داره کار طراحی، برداشت، اکتشاف معدن رو انجام میده، به این فکر کنه که داره در خانه حیات وحش کار میکنه. یک مهندس راهسازی به این فکر کنه که داره طبیعت کار میکنه و اینجا خیلی از موجودات زنده دیگه هم حق حیات دارن. ما در اون شرایط هست که میتونیم محیط زیستمون رو حفظ. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. اول نگاهی کنیم به سمت این مقام مسئول که میشه معاون رئیس جمهور. یعنی اگه به ساختار قدرت جمهوری اسلامی نگاه کنیم، اون بالای بالا رهبر نشسته، زیرش رؤسای قوا که یکیش میشه رئیس قوه مجریه و رده بعدی هم معاونان، مثل رئیس سازمان محیط زیست که میشه معاون رئیس جمهوری. و بنابراین معاون سازمان محیط زیست در رده چهارم ساختار نظام جا میگیره. یه بار با هم مرور کنیم: رهبر، رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری که اینجا میشه رئیس سازمان محیط زیست و بعد معاون رئیس سازمان محیط زیست. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بگم برخلاف تصور، این مقام که باید بر اساس اصول فنی انتخاب بشه، بر اساس معیارهای پنهان و پیدای سیاسی عبادی تعیین میشه و باید تاییدیه نهادهای امنیتی رو داشته باشه و از فیلترهای اونها هم بگذره. برگردیم به حرفای معاون سازمان محیط زیست. با یکی دو تا دستگاه هرگز ما توفیقی نخواهیم داشت. وضعمون میشه همینی که هست. شما میبینید نه رودخانه ای، نه زاینده رودی، نه تالاب گاوخونی، نه بختگان، نه پریشان. چند میلیون رس حیات وحش برجسته ما کلبوز قوچومیس رسیدن به 200,000 رس، نه از شیر ایرانی، نه از ببر مازندران و احتمالاً نه از یوزپلنگ آسیایی خبری هست. گربه سانان دیگه هم تو صف هستن. وضعیت هوای شهرها رو میبینین، وضعیت تهران، گرد و غبار. توی فرسایش در دنیا مقام داریم، توی خالی کردن مخازن آب زیرزمینمون مقام داریم، در مصرف بیرویه گاز و برق و انرژی مقام داریم. یعنی اغلب شاخص‌های منفی محیط زیستی متأسفانه در دنیا رکورد داریم. دلیلش هم این است که ما نتونستیم وجدان محیط زیستی رو در جامعه گسترش بدیم. دقت کردین؟ مشکل اینه که نتونستیم وجدان محیط زیستی رو در جامعه گسترش بدیم. اصلا این جمله یعنی چی؟ بذارین کمی با هم مرورش کنیم. این وجدان محیط زیستی عبارتی که از انگلیسی اومده، Environmental Conscience. بیشتر در علوم انسانی مثل روانشناسی اجتماعی کاربرد داره. کل حرفش اینه که تک تک افراد جامعه وقتی به آگاهی کافی برسن، نسبت به محیط زیست دغدغه پیدا میکنن. بنابراین کلید اصلی وجدان محیط زیستی آموزش. حالا سوال اینه که کی باید تک تک افراد جامعه رو آموزش میداده؟ بله، دولت و حکومت. که طی 43 سال اخیر کلن در این ارتباط کمکاری کردند که هیچ مانع هر آموزش و تلاشی برای حفظ محیط زیست بودند. باور ندارین؟ به سابقه فعالیت‌های مدنی مثل تجمع کنار دریاچه ارومیه در سال 1390، یعنی 11 سال پیش، و زنجیره انسانی برای نجات کارون در سال 1392، یعنی 9 سال پیش نگاه کنید که با مردم چه برخوردی کردند. و بعد هم دستگیری و زندانی کردن کارشناسان محیط زیست، یا حتی همین اواخر اعتراض کشاورزان اصفهانی در پاییز 1400. خواستیم با فعالیت یکی دو تا دستگاه که اونها هم اونچنان جایگاه حاکمیتی قوی برای اینکه بتونن وظایف خودشون عمل کنن ندارن، خواستیم با اینها جامعه رو محیط زیستی کنیم و همچین چیزی هرگز امکان پذیر نیست. خواستیم دقیقاً چه کسی خواسته؟ این ما دقیقاً یعنی کی؟
راستش به نظرم آدم حرف نزنه بهتر از اینه که اینجوری مبهم یه چیزی بگه. این مبهم حرف زدن به همینجا ختم نمیشه. تمام تلاش ما این هست که بچه هامون خوشبخت بشن، در حالی که داریم فرصت داشتن یک محیط زیست سالم رو از اونها میگیریم و به این توجه نمیکنیم که چطور نسل آینده ما میخواد در این محیط زیست که مخروبه ای شده بتونه زندگی کنه. مخروبه شده یعنی خود به خود شده. مخروبه شده یعنی چی؟ بهتر نیست این مقام مسئول میفرمودن ما مسئولان طی 43 سال اخیر ایران رو مخروبه کردیم؟ یا دقیق‌تر نبود اگه میگفت تصمیم‌های ما مسئولان، فساد ما مسئولان، چپاول ما مسئولان و بیسوادی ما مسئولان باعث شده محیط زیست مخروبه بشه؟ اما خب اینطوری که نمیتونه بگه. شما تا ولایت مدار نباشی نمیتونی به پست معاونت معاون رئیس جمهوری نائل بشی و در ساختار قدرت در رده چهارم بشینی. باید یاد بگیری مبهم حرف بزنی و البته کلمات رو از مفاهیم خالی کنی. در قسمت قبلی سرزمین ما اشاره‌ای کردم به خالی کردن کلمات از مفاهیم. به نمونه‌های اون قسمت باید وجدان محیط زیستی رو هم اضافه کرد. برگردیم به سخنان جناب معاون که انگار بالای منبر تشریف دارن. کسی که علوفه برای حیات وحش می‌ریزه یا در صنعت خودش یک اقدامی برای کنترل آلودگی انجام میده خیلی کم دیده میشه. بنابراین این نوع فعالیت خیلی خالصانه است، فقط برای خداست، حتما اجر بسیار بالایی داره. کارهای زیست محیطی معمولاً دامنشون خیلی مؤثر هست. شما مدرسه میسازید به یک گروه دانش آموز کمک میشه، مسجد ساخته میشه به یک گروه، ولی کسی که کار محیط زیست در کره زمین زندگی کنه چه کار خیلی رو سراغ بره که اینقدر دامنه اثرش وسیع باشه؟ این ما میتونیم خیلی از کارهای محیط زیستی رو با کمترین هزینه انجام بدیم و عاقبت به خیری رو برای خودمون داشته باشیم. کارهای زیست محیطی مظهر پیشرفتگی و فرهنگ بالا هست. معمولاً انسان‌هایی که به اون درجه میرسن از نظر اخلاقی که حاضر میشن هزینه کنن برای حیات بقیه موجودات غالبا انسان‌هایی هستن که از نظر فرهنگی بسیار جایگاه مهمی دارن، چون این کار هم اخلاقی هست، هم شرعی هست، هم آموزه‌های دینی داره و بسیار ارزشمند است. خب بنابراین میشه نتیجه گرفت مسئولانی که ضد محیط زیست رفتار میکنن هم بی اخلاقن، هم بی فرهنگن و هم بی شرف. این سخنان گوهربار رو جناب معاون محیط زیست خرداد امسال گفته بود در همایش اتاق بازرگانی ایران که در تهران برگزار شد. به تازگی هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر باز به نقش مردم اشاره کرده و گفته تنها ما در کشور ایران هستیم که تمام بار حفاظت از تنوع زیستی را به دوش دولت گذاشته ایم و بعد میپرسیم که چرا نتیجه نمیگیریم. اصلا هیچ وقت مقام‌های نظام مقدس علاقه‌ای به مشارکت مردم داشتن؟ البته که داشتن، اما کجا؟ جایی که به نفع نظام و جیبشون باشه، یا بخوان نمایش بدن که مردم چقدر نظام رو دوست دارن و میان پای صندوق رأی. آقای اکبری در همون گفتگو البته میگه مدت هاست دنیا به این نتیجه رسیده که باید مردم را در حفاظت از منابع ارزشمند محیط زیست سهیم کرد. مردم بخشی از محیط زیست را حفاظت کنند. این مدل ها در دنیا تجربه شدند و بستر حقوقی آن هم در کشور ما وجود دارد. و بعد ادامه میده که زیرساخت‌های لازم را تکمیل و قوانین مورد نیاز را به سرعت تهیه کنیم تا بتوانیم بخشی از کار حفاظت را به مردم واگذار کنیم. در این صورت نیز دیگر نیازی نیست که برای تمام عرصه‌های کشور نیرو استخدام کنیم. سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر میتواند نقش حفاظتی و نظارتی داشته باشد. همانطور که ما 11% از مساحت کشور را حفاظت میکنیم، 11% دیگر از مساحت کشور را هم مردم حراست و حفاظت میکنند و سازمان حفاظت محیط زیست بر آن 11% دوم نظارت داشته باشد. این حرفا یعنی چی؟ یعنی اون 11% که حفاظت شده رو نمیشه به راحتی بین برادران قاچاقچی سپاه و مسئولان و نماینده های فاسد مجلس تقسیمشون کرد. درد سر داره. همون مردم که وجدان محیط زیستیشون بیداره سر و صدا میکنن و به درد سرش نمیارزه. پس بهتر 11% دیگر رو بین خودشون بی صدا تقسیم کنن به اسم حفاظت از محیط زیست، یا مثلا قروق خصوصی برای پرورش حیات وحش قابل شکار، یا حتی درختان قابل برداشت. خیلی هم کار خوبیه دیگه، نه؟ بخشی از محیط زیست و حیات وحش در ظاهر حفظ میشه، اشتغال زایی هم شده، همه هم راضین. اما نکته اینجاست که بجز موارد استثنایی بقیه سرزمین بین خودیا تقسیم میشه.
ماجرای خصوصی سازی مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی رو که دیگه همه یادمونه. تهش شد شرکت‌های خصولتی و خصوصی که عین غنایم جنگی بین خودیا تقسیم شدن و همه‌شون هم از نظر اقتصادی شدن یک مشتی کشتی به گل نشسته، اما جیب خودیا پر شد. برگردیم به محیط زیست و نقش مردم که اتفاقاً رئیس سازمان محیط زیست یا همون معاون رئیس جمهوری هم بهش اشاره کرد. شعار محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه بیانگر اعتقاد ما به ضرورت حضور مردم در عرصه حفاظت و صیانت از محیط زیست است، چرا که بدون حضور مردم این هدف دست یافتنی نخواهد بود. اکنون مردم در موضوعات زیست محیطی از مسئولان جلوترند. مباحثی چون کمبود آب، فرونشست دشت‌ها، ریزگردها، پوشش گیاهی و جانوری و پسماند از جمله دغدغه‌های محیط زیستی مردمند. خوب شد علی سلاجقه گفت دغدغه‌های ما چیه، وگرنه خودمون نمی‌دونستیم. خب همراهان گرامی سرزمین ما، متوجه شدیم که مسئولان خودشون معترفند که نمیتونن محیط زیست رو حفظ و نگهداری کنن. بنابراین ما مردم باید این کار رو بکنیم. لازمش اینه که مسئولان یا خودشون تشریف ببرن منزل استراحت کنن و کار رو به ما مردم بسپرن، یا اینکه ما اونها رو از مسئولیتی که دارن بکشیم پایین و بفرستیم به جایی که جواب پس بدن طی این 43 سال چرا ایران رو به قول خودشون مخروبه کردن. و این همون کاریه که الان مردم ایران و به ویژه جوانها دارن انجام میدن، یعنی پس گرفتن ایران از مدیران نالایق و فاسد. از این که با سرزمین ما همراهی میکنین ازتون سپاسگزارم و میدونین که سرزمین ما به همراهی همه ما نیاز داره. مهدی پوریادگار در تولید این پادکست به من کمک کرده و موسیقی پایانی اثری است از سیمون فولبار. من سام خسروی فرد، متخصص تحلیلگر محیط زیست، تهیه کننده سرزمین ما، برای شما و ایرانمون لحظاتی توأم با آرامش آرزو میکنم. تا بعد، روز و شبتون بخیر.